پاسداران امنیت پروازی ایران در حفاظت هواپیمایی کشور قدرتمندترین گارد پرواز جهان. این را فرمانده سپاه می گوید. 30 سال عملکرد حفاظت هواپیمایی در مجموعه تقریبا 30 قسمتی برای تلویزیون ساخته و به تصویر کشیده می شود. سردار سرلشکر محمد علی جعفری از مراحل تولید مجموعه تلویزیونی آسمان من دیدن کرد. این هواپیما یه تیکه از خاک ایرانه. داستان آسمان من اتفاق مهیجی است که برای گروه امنیت پرواز رخ میده. حلوا خیرات نمیشه تو امنیت پرواز. تو امنیت پرواز یه اصل ثابت هست، حفاظت از هواپیما. اما بی نهایت اتفاق وجود داره که ممکنه فقط یه بار رخ بده. بنابراین اون بالا تو آسمون یا اینجا روی زمین برای انجام درست‌ترین کار فقط یک بار فرصت هست. فقط یک بار. این سریال که تاکنون حدود 80% تصویربرداریش به اتمام رسیده، قراره در 26 تا 30 قسمت 50 دقیقه‌ای تولید و از سیما پخش بشه. کار خوب، مشکلات خیلی خاصی داره. یه روز خدمتشون گله می‌کردم، ایشون گفتن که مختار با اون عظمت که خدمت آقا رسیده بودن، فیلم خب مذهبی بود، آقا یه جور ظاهرم حالا پشت آقای میرواقعی زده، گفته مشکلاته باید بسازید و برید. حالا مشکلات ما در مقابل اون مشکلات شاید یه خورده محسوس نباشه، ولی خب ریزکاری های امنیتی خوش داره که ما فردا مدیون و خدای نکرده اتفاق عجیبی نیفته. ما مخاطبمون 70 میلیون و الان در حال حاضر جهان عربه و اروپا، اروپای شمالی با شبکه‌هایی که تلویزیون را انداخته. گروه امنیت پرواز سپاه سال 63 در همین ماه دی به فرمان امام راحل تشکیل شد و تا کنون علاوه بر خنثی‌سازی تمامی اقدامات خرابکارانه و هواپیما ربایی، بیش از 50 شهید تقدیم امنیت ملی کرده است. امروز در واقع سازمان ایکائو که نظارت داره بر بحث حفاظت هواپیمایی در کشورهای مختلف موضوع امنیت پرواز، اقدامات جمهوری اسلامی رو تأیید میکنه و یکی از کشورهای موفق در این عرصه میشناسه ایران را و حتی خیلی از کشورهای دوست و همسایه اسلامی به دنبال انتقال تجربیات ما به اون کشورها هستیم. الحمدلله امروز هم یک سریالی تحت عنوان آسمان من داره ساخته میشه که ما تشکر و قدردانی میکنیم از تهیه کننده و کارگردان این سریال و امیدواریم انشاءالله زحمت های 30 ساله برادران سپاه در امنیت پرواز هواپیمای جمهوری اسلامی انشاءالله به مردم عزیزمون نشون داده بشه.